همانطور که بینندگان و ملت قهرمان ایران در جریان کلی طرح کودتای خائنانه عناصر خودفروخته و ضد انقلابی داخلی به سرکردگی امپریالیسم جنایتکار آمریکا و عروسک‌های دست نشانده منطقه‌اش مانند رژیم بعث عراق و غیره هستند، از شروع حرکت جمهوری اسلامی در ایران که مبتنی بر بینش توحیدی و روح عدالت‌خواهی و عدم تمایل به هر یک از ابرقدرت‌ها و همچنین خط مشی قرآنی و با اعتماد به حمایت الله به کار خود آغاز کرد، به یک بار همچون انفجاری تمامی ملل مستضعف جهان خصوصا منطقه را که سالیان دراز در استعمار و استثمار چپاولگران و جنایتکاران بین المللی قرار داشتند را متوجه این حرکت نموده و امواجی خروشان از توده های مستضعف را به قیام علیه حکومت های خود فروختهشان برداشت که پیش از هر وقت لرزه بر اندام ابرقدرت ها که بیشترین منافع را از عدم آگاهی این توده های مستضعف و منابع طبیعیشان می بردند انداخت و آنها را در یک درگیری رویاروی با مردم منطقه قرار داد که با سبعانه ترین روش ها به سرکوبی آنها برخاست و دستور قتل عام میلیون ها نفر را به سادگی صادر می کرد. آنها پس از اینکه جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفت مرتب دست به تحریک زده و هر گونه توطئه را برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی مجاز دانسته و از طرق مختلف سعی در تضعیف و نهایتاً نابودی آن می نمودند. ابتدا از طریق به وجود آوردن احزاب سیاسی و سازمانها و گروههایی که عمدتاً کارشان موضع گیری در مقابل دولت و تضعیف آن بود به این کار پرداخته و در زمانی دیگر دست به انفجارهای پی در پی و قطع نمودن مردم بیگناه و در مقطعی دیگر به آتش کشیدن قسمتی از کشور و اخیراً توطئه کودتا و همیشه در یک جهت استیلای مجدد آمریکا و با یک روش ارعاب و قتل و شایعه. زهی خیال باطل، ملتی که 60,000 شهید داده و 200,000 معلول به جای گذاشته هرگز به قهقرا باز نخواهد گشت و اراده خداوند بر این است که و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. در رابطه با طرح کودتای اخیر که قسمتی از این طرح قرار بود در منطقه خوزستان و به وسیله عناصری فاسد که به لباس مقدس سربازی ملبس بودند و با همکاری بعضی از دیگر دشمنان قسم خورده سعی بر نابودی این انقلاب را داشتند که به صورت یک شبکه مخفی با همکاری رژیم بعث عراق قرار بود انجام شود که با عنایت خداوند و اطلاع آن توسط افراد مؤمن ارتش جمهوری اسلامی کشف و اکثر آنان دستگیر شدند. در قسمت دیگه از تحقیقاتی که از منزل و همچنین منازل محل کار این آقایون به عمل آمد، مجلاتی از قبیل کار، کارگر، کموله، دموکرات که عمدتاً نشریات کمونیستی و مشخصاً مربوط به چریکای فدای خلق هستش از منزل این آقایون پیدا شده که همه اینها رو شما میبینید و همچنین عکس‌های متعددی از خود شاه و خانوادهش که همه اینها رو میبینید. با توجه به همه این مطالبی که خدمتون عرض کردم، از برادرمون درخواست میکنم که سوالات خودشون رو شروع کنن و ملت قهرمان و شهید پرور ایران رو در جریان این توطئه خائنانه که به حمایت الله و کمک نیروهای مؤمن کش و خونسا گردید قرار بدن. آقایون به ترتیب از سمت راست خودشون رو معرفی کنن با قید اسم، شهرت، اسم پدر، درجه و محل تولد و سال، اینا رو بر ما شرح بدن. سرگرد زرهی سیروس ستوده، فرمانده گردان 221 تانک، متولد 1317 شهرستان بروجرد، صادر از بروجرد. سروان زرهی محمد براتی، متولد 1325
شغل رئیس رکن سوم گردان 264 تانک. ستوان یار سوم بهداری رسول یحیی پسند کپورچالی، محل تولد کپورچال بندر انزلی، تاریخ تولد 1325، درجه دار بهداری بیمارستان لشکر. استوار یکم محمد علی مهرابی فرزند حجت الله، تاریخ تولد 1320، شغل مکانیک عمومی، مسئول آب آشامیدنی پادگان و کوی سازمانی دشت آزادگان. استوار یکم ایرج برهمی مرودشتی فرزند محمد نبی، تولد 1318، اهواز، شغل تعمیرکار سلام اردنانس. سوالاتمون از آقای ستوده شروع میکنیم. شما یه مختصری راجع به طرح کودتا، برنامه ریزی و هدف کودتا برای ما شرح بدید. با نام خدا صحبت هم شروع میکنم. در رابطه با این برنامه کودتا، تقریبا در حدود چند وقت پیش سرهنگ عزیز مرادی مسافرت به تهران رفت. بعد از برگشت از مسافرتش از تهران اظهار کرد که بایستی بچه ها بشینیم دور همدیگه و یه جلسه داشته باشیم و در این جلسه مسائل مربوط به برنامه هایی رو که در تهران با من صحبت شده همگی بررسی بکنیم. بعد به اتفاق رفتیم منزل اتاق سرهنگ بهرامی. سرهنگ بهرامی تلفن زد به یکی از افسرها قرار گذاشتیم. این مربوط به چه تاریخیه؟ بتونیم بگید. تقریبا در حدود اوایل همین ماه، میشه هشتم نهم برجه که گذشت. تیر ماه یعنی؟ تیر ماه یا قبل؟ تیر ماه، بله. بله. بعد یک شب ساعت 9:30 جمع شدیم دور هم. من بودم، سرهنگ بهرامی بود، سرهنگ عزیز مرادی بود و سرگرد خردمند و یه مقداری هم به ناچار سروان براتیرم کشونده بودیم و آورده بودم. البته اونا به عنوان اینکه بیا در جلسه برده بودنش در اونجا بود. در اون جلسه عکس چیز سرهنگ عزیز مرادی رشته سخنو دستش گرفت و بعد شروع به صحبت کرد که من تهران بودم. در تهران صحبت‌های مبنی بر این که امکان کودتا هست و من به اینا قول دادم که واحدهای ما هم در اهواز 100% آمادگی این برنامه رو دارن و بعد شروع کرد به جزئیات طرح و برنامه‌ای رو که از طرف تهران و در اون جلساتی که ایشون در اون جلسه شرکت کرده بود عنوان کرد. بعد از عنوان این مطلب رشته سخن به دست سرهنگ بهرامی افتاد. ایشون بعد از اینکه گفتن که خب سرهنگ عزیز مرادی صحبتاشو کرده و گفته که دیگه باید چه کاری بکنیم و به برنامه‌مون چیه، بنابراین ما واحدهای خودمون رو به این ترتیب گسترش میدیم در داخل شهر اهواز، البته در داخل بلکه در اطراف شهر اهواز. البته ناگفته نماند که در اینجا صحبت خروج واحدها از پادگان و شرکت در این برنامه منحصراً افتاده بود روی اینکه برنامه تهران 100% موفقیت آمیز باشه. یعنی گفته بودند که اونها در یک ساعت معینی که برنامه خودشون رو شروع میکنن و اون هدفهایی رو که دارن میزنن و بعد همزمان با اون برنامه رادیو تلویزیون تهران رو محاصره و در تصرف میگیره، از اون ساعت تبلیغات رادیویی و تلویزیونی آنچنان شدید روی مردم و روی پرسنل نظامی انجام خواهد گرفت که این پرسنل نظامی با این شعارها و با این برنامه ها تهییج بشن و خودشون اقدام به رفتن بیرون از پادگان بکنن. البته این یک گریز بود که من زدم در این مورد. هدف شما از این کودتا چی بود؟ به نفع بختیار. مشروع تر بگید.
کودتایی بود که در تهران پیریزی شده بود و در این برنامه مفصلا تعداد نشست‌های زیادی رو عزیز مرادی با اونها داشته بود و صحبت کرده بود و بعدم هدف برای روی کار اومدن خدای بختیار بود دیگه. شما به چه علت به این گروه پیوستید؟ انگیزه شما چی بود؟ عرض شد خدمتتون که من با عزیز مرادی سالهای پیش دوست بودم، مدت زیادی دوست بودم و بعد در این جریانات اخیر بعد از انقلاب ایشون نیستی که دوره ستاد میدیده گویا و بعد از دوره ستادش منتقل به اهواز شد، اومد به اهواز چون ما سالها با هم دوست بودیم، خب پیش من بود، معذر من بود و بعد در اونجا اغلب بحثای پیش می اومد در مورد برنامه و در مورد این وضعیت موجود و اینا، هنوز درست وارد اون جریان و مراحل و اینا ما نشده بودیم. بعد ایشون گاهی وقتی صحبت میکرد، طرفداری میکرد و میگفت به این ترتیب و اغلب من صحبت میکردم که شاید این فعالیت های شما که گروه های رو الان تشکیل دادید، این گروه ها به نفع فعالیت برای برگردوندن شاه باشه، چون اغلب میدیدم که در کشورهای خارجی یه مقداری روی تبلیغات خودمون و اون صحبتهایی که در روزنامه‌ها و اون نوشته ها و این چیزا بود، دیدم که فعالیت‌های در اونجا میشه برای برگردوندن شاه و این مرا مقداری همچنین در اون حالت ابهام نگر داشته بود که این چه گروهیه که داره فعالیت میکنه و به چه منظوری فعالیت میکنه. بعد از اینکه خیلی با هم صحبت کردیم، شاید در حدود یک سه ماهی مسئله طول کشید و این من مرتب میگفتم نه، این وابستگی هایی که شما دارید و این وابستگی ها مربوط به اینه که شما رژیم رو برگردونید و به این ترتیب باشه، تا اینکه ایشون بالاخره بعد از صحبت هایی که زیادی با هم کردیم قانع کرد که نه، ما هیچ گونه فعالیتی برای چیز نداریم، این گروه به طور کلی، یعنی گروه هیچ گونه فعالیتی به طور کلی برای شاه نداره و هیچ اقدامی هم برای برگردوندن شاه نمی کنه، بلکه تمام مسائل و تمام فعالیت های ما منحصراً فقط برای بختیاره و به این منظوره که بعد منم این حکومتی که به هر حال شما میخواستید در اثر این کودتا و به دست آوردن موقعیت برقرار کنید در این کشور، این حکومت بر مبنای چه سیستمی میخواستید باشه؟ با چه ایدئولوژی، با چه سیستمی حکومت بکنید؟ بر مبنای سوسیال دموکرات بود و جمهوری سوسیال دموکرات. برنامه ریزی نشده طرز حکومت در سالهای آینده که اول نظامی باشه بعد؟ نه خیر، اینا برنامه‌ای بود که البته خود عزیز مرادی در اون جلسه اعلام کرد که البته این صحبت‌هایی که ما الان اینجا می‌کنیم، چون من فعال مایاشا نبودم که در بطن این کار قرار گرفته باشم، این صحبت‌هایی که در اون جلسه مطرح می‌شد و یا اینکه احیاناً گاهی وقتا گفتگوهایی که من و عزیز مرادی داشتیم، اون اظهار کرد تو جلسه که حکومت نظامی خواهد بود منتها تا اومدن خود بختیار. و بله، در این طرح کودتا به عهده شما چه وظیفه‌ای گذاشته بودن؟ مخصوصا در اون ساعات اولیه چه کاری به عهده شما بود؟ در ساعات اولیه به طور کلی ما هیچ نقشی نداشتیم، همونطور که عرض کردم خدمتتون، این نقش فقط در ساعات اولیه منحصرا مال تهران بود که تهران موفق باشه و بعد اون فعالیت هایی رو که از نظر تبلیغاتی میخواد بکنه. ساعت های بعد که گفته بودن که باز هم این مسئله علاوه بر اون تبلیغات با یک علامت رمزی که خود عزیز مرادی در اون جلسه اعلام کرد و گفت با علامت رمزی اینو میدن، در اون ساعتی که میده این برنامه ها رو قرار شد که اجرا بکنیم، مخصوصا که... همین برنامه هایی که در اینجا اجرا میشد. بله. در اون ساعت اولیه که سرهنگ عزیز مرادی به عنوان فرماندار نظامی منطقه میشد، سرهنگ بهرامی به عنوان فرمانده لشکر
و بعد واحدها رو دستور میدادن که حرکت بکنن. حرکت واحدها هم به این ترتیب بود که گردان اون گردانی که من مسئولش بودم، گردان 221، قرار بود که بیاد از سراحی پلیس راه اندیمشک اهواز، از اون سراحی راه رو ببنده، بعد بیاد سراحی کیانپارس هم ببنده، بعد بیاد به چهارشیر هم ببنده. البته در طرح اون روز قرار گذاشتن که حفاظت فرودگاه هم با گردان من باشه، که من قبول نکردم حفاظت فرودگاه رو، گفتم به علت اینکه گسترش واحد خیلی زیاده، به این علت من قبول نمی کنم و قرار شد یه واحد دیگه بفرستم به اونجا. هزینه این طرح از کجا تامین میشد؟ شما میدونید. باید در مورد کجا تامین میشد؟ پولی به شما داده شد؟ در مورد این هزینه این برنامه ها و اینا در خوزستان البته. در خوزستان؟ نه خیر. پول به شما داده نشده کلا؟ نه خیر. در خوزستان نه خیر. در خارج از خوزستان اطلاع دارید؟ در خارج از خوزستان منظورتون ایرانه یا تهران؟ در تهران یک مسافرتی من به تهران رفتم که اونم باز خودم برای مرخصی میرفتم، ایشون گفت که یه پیغامی از من ببر، که یه شماره تلفنی به من داد و من تلفن کردم به اون شماره تلفن و یه قرار گذاشتم در یک منزل یکی از این آقایون، رفتیم با هم صحبت کردیم و بعد ایشون یک قراری با یک آقای دیگه گذاشت به نام آقای صداقت، که با اون موقعی که قرار گذاشتیم مطالب عزیز مرادی رو موقعی که من به اون عنوان کردم اون 50,000 تومان داد که من برای عزیز مرادی بیارم.